لطف نجفی زاده برنده جایزه بهترین روزنامه‌نگار سال اعلام شد. وبسایت مجمع جهانی رهبران جوان پنج تن را همچون برندگان جایزه بهترین روزنامه‌نگار سال 2022 اعلام کرد. در میان این پنج تن لطف نجفی زاده رئیس پیشین تولونیوز شامل است. این مجمع گفته است که آقای نجفی زاده در کنار مدیریت بزرگترین پایگاه خبری افغانستان گفتگوهای زیادی با شماری از رهبران سیاستگران جهان و افغانستان از جمله دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین ایران انجام داده است بر بنیاد اعلامیه این وبسایت در کنار لطف الله چهار تن دیگر از امریکای لاتین، بریتانیا، کلمبیا و ژاپن نیز برنده این جایزه شده اند. مجمع جهانی رهبران جوان افزوده است که این رهبران جوان بیباکانه و جسورانه از طریق کار خود و دیگران الهام بخشیدند. و گفته این مجمع لطف الله نجفی زاده رئیس پیشین تولونیوس پیش از یک دهه تا سقوط کابل در ماه اسد سال جاری پایگاه خبری افغانستان را رهبری میکرد وبسایت مجمع جهانی رهبران جهان تاکید کرده است که نجفی زاده همچنین میزبان تنها مناظره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2019 بود در اطلاعیه این نهاد نیز آمده است که آقای نجفی زاده پیش از این نیز به عنوان فرد تاثیرگذار از سوی مجله فوربس امریکان انتخاب شده و باری مدال اعتبار قهرمان آزادی مطبوعات از سوی گزارشگران بدون مز را به دلیل مبارزه برای مطبوعات آزاد در افغانستان به دست آورده بود این مجمع افزوده است که آقای نجفی زاده تنها روزنامهنگار افغان بود که در دو دور گفتگوهای جامعه مدنی با امارات اسلامی در دوحه و اسلو شرکت کرد. و در اخیر آقای دکتر عبدالله عبدالله و حامد کرزی در صفحات فیسبوک خود به این خبرنگار جوان تبریکی دادهاند. با مسرت اطلاع یافتیم که آقای لطف الله نجفی زاده ژورنالیست جوان و توانای کشور برنده جایزه خبرنگاران سال مجمع جهانی رهبران جوان سال 2022 اعلام شد برای آقای نجفی زاده و سایر ژورنالیست ها و دست اندرکاران عرصه خبررسانی موفقیت های بیشتری آرزو داریم